أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وأخواتي المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گریده است. اوصیکم و نفسی به تقوی الله عز و جل، فإن اصدق الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس.
من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان فضائل القرآن الكریم، فضائل قرآن کریم، به ارتباط فضیلت های قرآن کریم، فضائل قرآن کریم با هم مجلس داریم و آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از ماننده این مجالس اسلامی. و کتاب زیبای را سر دست دارم به عنوان فضائل القرآن، فضائل قرآن کریم، و درس امروزه ما شما از این کتاب گرفته شده است. به ارتباط آیات قرآن کریم و احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بالخصوص و همچنان اقوال صحابه کرام و علمای صدر اسلام و همچنان به ارتباط طرق تعلیم یا حفظ قرآن کریم کلمات چند را بالخصوص در قسمت اخیر پروگرام داریم و کلمات زیبا و نصیحت های خوب و ارشادات خوب بالخصوص برای فرزندان ما به ارتباط آموزش قرآن کریم. فضائل القرآن، فضائل قرآن کریم، و جای خوشی و افتخار می باشد که با هم مجلس اسلامی را می داشته باشیم. خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شما را ببرد. برادران و خواهران مسلمان، از این که منتظر به درسای اسلامی ما هفته به هفته می باشید از همه تان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم و همچنان متذکر می گردم که عده ای از دوستان و عزیزانی که صدای ما را خالی نگذاشتید وقتاً فوقتاً و یا اینکه ما به ما درسای اسلامی ما را حمایت و تقویه می نمایید بالخصوص از لحاظ مالی از همیتان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم. مالتان در راه نشر دعوت اسلام و درس امروزه به ارتباط فضیلت قرآن کریم، در راه نشر قرآن کریم و فضائل قرآن کریم، به ارتباط دعوت اسلام در راه خداوند و رسولش مالتان صرف می گردد و از نزد خداوند مهربان چیز ضایع نمی گردد. برادران و خواهران مسلمان، کسانی که مریض هستند خداوند مریضان را شفای عاجل نصیب بگرداند و کسانی که وفات شدند خداوند همه را رحمت و مغفرت نماید. وطن عزیز ما را افغانستان را خداوند در حفظ و پناه خود نگاه داشته باشد، آرامش را و عزتمندی را و برکت را و رحمت را خداوند مهربان سر هر فرد مسلمان و سر هر دولت اسلامی خداوند نازل بگرداند. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، خداوند اسلام را و مسلمانان را با عزت داشته باش. اللهم سخرنا لخدمت الاسلام والمسلمین، و ما را مسخر بگردان که خدمت اسلام و مسلمانان را داشته باشیم انشاءالله. و همچنان از تلویزیون آریانا افغانستان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم که همیش درسهای دینی ما را به خدمت شما به وقت معین به شکل خوبی گذاشته اند. از کارکنان تلویزیون آریانا افغانستان، از هر فردشان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم، خداوند خیر را و برکت را به نصیب همیتان بگرداند. فضائل القرآن الكريم، فضائل قرآن کریم، درس زیبا و خوبی می باشد انشاءالله. برادران و خواهران مسلمان، اگر نزدتان چای، میوه یا نان می باشد لطفاً آن را با خود آورده به نزد تلویزیون نشسته به فکر آرام با فامیل های محترمتان انشاءالله و یک ساعت درس دینی را تعقیب نمایید، خالی از برکت و از اثر و از فایده نخواهد بود انشاءالله. و قراری که همه معلومات دارید، هر درس اسلامی ما بعد از 12 ساعت به شکل تقریبی تکراراً گذاشته می شود. بعض دوستان منتظر تکرار درس های ما می باشند و همچنان خوشبختانه که از مدت به این طرف درس های اسلامی خود را به یوتیوب، به اینترنت می گذارم و شما می توانید که نام مرا یا
نام پروگرام را در یوتیوب نوشته کنید، نام طه حمید و یا اینکه اسلام در غرب به کلمات انگلیسی اسلام in the west، آن را شما نوشته می کنید و در سایه دینی ما به خدمت شما می باشد، به سمعتان می رسد، انشالله مصدر استفاده شما و فامیل های محترمتان قرار خواهد گرفت. فضائل القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آية عفد أمي سورة القمر. قرآن كريم را آسان گردانیدیم به هدف آموزش. آیا شما پند میگیرید؟ آیا قرآن کریم را حفظ مینمایید؟ آیا در تلاوت قرآن کریم شما علاقه دارید و تلاوت قرآن کریم را مینمایید؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. آیه تبارک ده سوره الانبیا، کتابی که برای شما نازل شده است در آن ذکر شما است و ذکر به معنای شرف همچنان می باشد، به ارتباط این که با عزت و با شرافت باشید، شرفتان و عزتمندیتان در آموزش قرآن کریم می باشد و ذکرتان در قرآن کریم صورت گرفته من حیث امت آخر زمان و بهترین تحفه و بهترین کتاب برای شما نازل شده، بهترین پیغمبر برای شما فرستاده شده است. افلا تعقلون، آیا شما پنده نمی گیرید؟ تعقل پیدا نمی کنید؟ بهترین تحفه را دارید و در هر خانه قرآن کریم می باشد، در هر مسجد قرآن کریم می باشد. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای آن کسی که خود را پنهان کردی یا تحت کمپل خود را پنهان کردی، پوشانیدی، برخیز از طرف شب مگر اینکه کمک به خواب می روی. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، و یا اینکه نیم شب را به خواب تیر کن و نیم دیگر آن را به بیداری، به عبادت، و یا کم آن را یا بیشتر آن را. او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، و تلاوت قرآن کریم و ترتیل قرآن کریم به احکام درست و تلاوت درست آن قرآن کریم را بالخصوص از طرف شب تلاوت می نمایی. و عمل کردن به قرآن کریم از ضمن اساسات می باشد، از طرف روز، از طرف شب، هر وقتی که برای شما زمین مساعد می باشد قرآن کریم را تلاوت نمایید و سوره های قرآن کریم را حفظ نمایید و دنیا را ترک نکنید بدون آموزش قرآن کریم. باز سوره ها را با خود ببرید، سفر آخرتتان سفر طولانی می باشد و انس و انیستان یا بهترین انیستان در قبرتان، در سفرتان قرآن کریم می باشد و قرآن کریم برای شما شفاعت کننده همچنان می باشد بر روز آخرت. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آیت مبارک دوم سوره یوسف علیه السلام. قرآن کریم را به زبان عربی نازل کردیم، باید به زبان عربی، به الفابت صحیح و درست عربی و تلفظ عرب قرآن کریم تلاوت صورت بگیرد، تلاوت گردد و مفهوم و ترجمه و معانی آن اگر به الفاظ غیره و لسانهای غیره می باشد پروانه دارد، اما اصل قرآن کریم که زایه نگردد، اصل آن که کتاب معجزه می باشد که خداوند مهربان وعده کرده که آن را حفاظت می نماید. اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون. این کتاب را ما نازل کردیم و نگهبان این کتاب می باشیم، نگهبان لسان عربی، قرآنی که به لسان عربی نازل شده است، کم و زیادی در آن صورت نمی گیرد. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آیات های واضح خداوند مهربان می باشد در سینه های مردمان، در قلب هایشان، در فکرشان می باشد، در سینه های کسانی که صاحبان علم می باشند، کسانی که در فکر علم می باشند، بهترین علم قرآن کریم می باشد و کسانی که صاحبان علم می باشند عقیده و ایمان می داشته باشند به قرآن کریم، ایمان را با علم پیوند می نمایند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. در سینه های
صاحبان علم قرآن کریم همچنان به شکل آیت های واضح و دروس واضح و بینات واضح می باشد انشاءالله. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، و کسانی که سرکشی می کنند یا در مقابل آیت های مبارک استاد می شوند، غرور و تکبر می داشته باشند، کسانی ان که قوم ظالم می باشند، سر خود ظلم می کنند، بجای این که از فضیلت قرآن کریم و از برکت آن مستفید شوند، در مقابل قرآن کریم استاد می شوند و عکس العمل خود را به شکل منفی ممکن نشان دهند. آیت مبارک 49 سوره العنکبوت و در سوره الاسراء آیت مبارک 82 خداوند مهربان میفرماید: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و قرآن کریم شفا و رحمت می باشد برای مؤمنان. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اما کسانی که ظالم هستند به خسارت می رسند، به این که به قرآن کریم ایمان و عقیده ندارند و یا این که به قرآن کریم عمل نمی داشته باشند. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا، آیت مبارک 78 سوره الاسراء. نماز را برپا داشته باش از طرف روز، از طرف شب، به ترتیب درستی که اوقات نماز ذکر می گردد، به طرف آفتاب نظر می نماید و طلوع آفتاب و غروب آفتاب همه در نظر گرفته می شود. اوقات معین نماز را و قرآن کریم را بالخصوص از طرف فجر، از طرف صبح تلاوت نمایید، و بالخصوص اشاره ای است که در نمازهای فجر. چون آیت مبارک به نماز شروع می گردد: اقیم الصلاة، نماز را برپا داشته باش. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، قرآن کریمی که در نماز فجر تلاوت می گردد، و یا اینکه قبل از نماز فجر یا بعد از نماز فجر، همه در وقت یا حکم قرآن فجر داخل می باشد. این قرآن الفجر کان مشهودا، و قرآن فجر، قرآن کریمی که در وقت فجر تلاوت می شود، در وقت صبح تلاوت می گردد، شاهد می باشد برای شما به روز آخرت. و در آیت مبارک 20 سوره المزمل جمله زیبای ذکر می گردد: فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا جایی که برای شما امکان داشته باشد قرآن کریم را تلاوت نمایید. وقتتان را ضایع نکنید، به اندازه توانتان قرآن کریم را با خود ببرید. جمله ای از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ارتباط فضائل قرآن کریم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: خیرکم من تعلم القرآن و علمه، رواه البخاری و غیره. بهترتان آن کسی می باشد که قرآن کریم را حفظ می نماید و آن را به دیگران تدریس و تعلیم می نماید. از این چی بهتر که انسان مصروف آموزش قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم و عمل کردن به قرآن کریم باشد. و فی روایت: خیارکم من تعلم القرآن و علم القرآن، رواه الدارمی. بهترین تان آن کسی می باشد که قرآن کریم را می آموزد و قرآن کریم را تدریس و تعلیم می نماید. و حدیث مبارک دیگری که رواه مسلم، برای کسانی می باشد بالخصوص اشاره ای است که کسانی که صدای مقبول را دارند، صدای مقبولتان را در راه خداوند و رسولش بالخصوص در راه تلاوت قرآن کریم صرف نمایید. از صدای مقبول از شما سوال می شود فردا روز، صدایتان را در راه تلاوت قرآن کریم و خدمت قرآن کریم صرف نمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، رواه مسلم. بهترین اجازه را یا مشیت خداوند مهربان یا ارادت خداوند مهربان که رفته است، بهترین اجازه را که خداوند مهربان داده است به ارتباط صدای مقبولی که یک پیغمبرش می باشد و قرآن کریم را تلاوت می نماید، و کسانی که پیروی از پیغمبران می نمایند، پیروی از پیغمبر آخر زمان بالخصوص می نمایند،
و قرآن کریم را تلاوت می نمایند. بهترین اجازه خداوند مهربان در تلاوت قرآن کریم به صدای مقبول می باشد. و قال صلی الله علیه و سلم: لیس منا من لم یتغن بالقرآن رواه ابو داود. از ما نیست آن کسی که قرآن کریم را به تلاوت، به تجوید، به ترتیل، به صدای مقبول آن را نخواند. کسانی که به صدای مقبول خود قرآن کریم را نمی خوانند از ما نیست. البته اشاره می شود کسانی که توانا می باشند، در مجلس می باشند، بالخصوص در نمازی که امام پیش می شود، قرائت قرآن کریم به تلاوت جهریه به صدای مقبول باید صورت بگیرد و تلاوت قرآن کریم در محافل و مجالسی که ذکر می گردد باید به صدای مقبول، به تلاوت حسن، به تجوید باید باشد تا جایی که امکان داشته باشد. در غیر از آن تلاوت مخفی همچنان می باشد که سرن در قلب انسان آن را می خواند و یا جهرن آن را بلند می خواند، ولو اگر به احکام تجوید به صدای مقبول هم نمی خواند ثواب آن را می گیرند. اما کسانی که در نماز پیش می شوند، کسانی که علمای دین می باشند، در بعضی مجالس می باشند و تلاوت قرآن کریم را می داشته باشند، آن را به طرز خوب به صدای مقبول تلاوت نمایید. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قرآن كريم را مزين بگردانيد بصداهاي مقبولتان. تلاوت صحيح جملة جملة ميخانيد جایی که وقف می باشد استاد می شوید و سوره ها را به شکل درستی به ترتیب آن تلاوت می نمایید. رواه ابو داود و النسائی. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول. قرآن كريم بروز آخرت می آید و می گوید: يا ربي أي پروردگارا، حلّه فيلبس تاج الكرامة. پروردگارا، این انسان تلاوت قرآن كريم را می کرد، خداوند بهترین لباس را به نصیبش بگردان، خداوند مهربان تاج کرامت را به سر او مگذارد. ثم يقول، و قرآن کریم می گوید: یا رب زده، خداوندا بیشتر را به نصیبش بگردان. تلاوت قرآن کریم را می کرد. فیلبس حلت الکرامه، و لباس کرامت از ضمن لباس های مقبولی که ذکر می گردد به روز آخرت، از ضمن فضائلی که می باشه یا تحفه های مخصوصی که برای مؤمنان تقدیم می گردد، لباس کرامت را خداوند مهربان به نصیب بنده خود می گرداند. ثم يقول يا رب ارض عنه. بعدا قرآن کریم میگوید که پروردگارا از این بنده راضی باش. قرآن کریم را تلاوت میکرد، به آن عمل میکرد. فیرضا عنه، خداوند مهربان شفاعت قرآن کریم را که کلام رب العالمین میباشد آن را قبول میدارد و از بنده خود رضایت خود را اظهار مینماید. فیقال له، برای این بنده ای که قرآن کریم را میخواند برایش گفته میشود که اقرأ ورقه، قرآن کریم را بخوان و بالا برو. منزلت های بالایی به تلاوت قرآن کریم. و تو زادو بکل آیت حسنه، و هر آیتی را که میخوانی برایت نیکی های زیاده، حسنات زیاده برایت نوشته میشود و منزلت تعین میشود به اندازه ای که قرآن کریم را بیشتر تر تلاوت مینمایی، به اندازه ای که قرآن کریم را حفظ داری. رواه ترمذی. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل. برای صاحب قرآن کریم بروز آخرت گفته می شود که تلاوت کن و بالا برو، منزلتت بالا می رود، درجات عالیه را خداوند به ارتباط قرآن کریم به نصیبت می گرداند. ورتل، و قرآن کریم را به تلاوت زیبا ادا نما. كما كنت ترتل في الدنيا، مانند که در دنیا هم تلاوت قرآن کریم و ترتیل آن را ادا می کردی. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، منزلت تو به نزد آخرین آیتی که به آنجا می رسی. چقدر که زیاد قرآن کریم را یاد داشته باشی منزلت تو بالا می باشد و خوبتر می باشد. رواه ابو داود.
وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. هر کسی که یک حرفی از قرآن کریم را تلاوت نماید برایش حسنة، برایش نیکی نوشته می شود. والحسنة بعشر امثالها، و هر نیکی هر حسنة ده چند مضاعف می گردد. لا اقول الف لام میم حرف، نمی گویم که الف لام میم یک حرف است، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. الف حرف است ولام حرف است وميم حرف است. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. رواه ابن ماجه. خداوند مهربان به این کتاب، به قرآن کریم، اقوام را منزلتشان را بالا میبرد و اقوامی هستند که منزلتشان پایان آورده میشود. به اساس تلاوتشان و حفظشان و آموزش قرآن کریم و عمل کردن به آن، منزلت یک انسان ممکن بالا برود و یا اینکه ممکن پایان ذکر گردد. کسانی که قرآن کریم را ترک می کنند یا عقیده و ایمان به کلام رب العالمین نمی داشته باشند، منزلتشان پایان ذکر می گردد. مانند که قرآن کریم معیار حقیقی یا میزان باشد به روز آخرت. وكان الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه يقول، صحابي جليل باسم أبو أمامة رضي الله عنه فرمودند، اقرأوا القرآن، قرآن الكريم رب خانيد. ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة. اگر در خانه هایتان قرآن الكريم را دارید، آن را کوشش کنید که تلاوت نمایید. فإن الله لن يعذب قلبا وعلى القرآن. خداوند مهربان قلبی که در آن قرآن کریم باشد آن را به عذاب نمی رساند. کوشش کنید که باز سوره های قرآن کریم را حفظ نمایید. رواه الدارمی. و قال صلی الله علیه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه.
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن کریم را بخوانید به روز آخرت برای شما شفاعت کننده می باشد. به روز آخرت برای شما شفاعت کننده می باشد. و قال صلی الله علیه و سلم من قرأ القرآن و حفظه ادخله الجنة. هر کسی که قرآن کریم را بخواند و حفظ نماید خداوند او را در بهشت داخل میگرداند. ادخله الله الجنه، خداوند جنت را به نصیبش میگرداند. و شفعه فی عشره من اهل بیته كلهم استوجب النار، و خداوند شفاعت او را قبول میگرداند در حق حداقل 10 نفر از فامیلش که همایشان ممکن واجب آتش بوده باشند. 10 نفری که ممکن به آتش بروند، خداوند شفاعت یک انسانی که قرآن کریم را حفظ کرده باشد و تلاوت کرده باشد، به آن عمل کرده باشد، خداوند شفاعت او را قبول می‌گرداند در حق 10 نفری که ممکن واجب آتش هم بوده باشند از فامیلش. رواه ابن ماجه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. رواه الدارمي. هر کسی که گوش بگیرد به یک آیه از کلام رب العالمین برایش نوری می باشد به روز آخرت. پس کسی که یک سوره مکمل را گوش میگیرد در آن آیات های بیشتری می باشد. وقال التابعی الجلیل خالد ابن معدان، تابعی بزرگی به اسم خالد ابن معدان رحمت الله علیه فرمودند، از علمای صدر اسلام می باشد. ان الذي يقرا القران له اجر، آن کسی که قرآن کریم را تلاوت می نماید برایش یک ثواب می باشد یا یک اجر می باشد، اجر تلاوت. و ان الذي يستمع له اجران، و آن کسی که گوش می گیرد برایش دو اجر می باشد. ممکن قرآن کریم را باز می نماید، به آن نظر می نماید و می خواند و گوش هم می گیرد، ثواب گوش گرفتن را هم می گیرد و چشم های او به قرآن کریم مانده و آن را تلاوت می نماید، ثواب دوم را می گیرد. رواه الدارمی. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. آیت مبارک 204 سوره الاعراف. هنگامی که قرآن کریم تلاوت می گردد گوش بگیرید و متوجه باشید، ممکن در رحمت خداوند مهربان داخل گردید. پس سر کسانی که به تلاوت قرآن کریم گوش می دهند رحمت خداوند مهربان سرشان نازل می گردد. در خانه، در موتر، در جای کار به تلاوت قرآن کریم گوش می گیریم و سیدی های قرآن کریم را می داشته باشیم. و قال صلی الله علیه و سلم القرآن احب الى الله من السماوات والارض ومن فيهن. رواه الدارمی. قرآن کریم محبب تر از نزد خداوند مهربان از تمام آسمان ها و زمین و هر چیزی که در آن می باشد، از همه مخلوقات، از تمام آسمان ها و زمین. کلام رب العالمین قرآن کریم نزد خداوند مهربان محبب می باشد. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى. هر بنده مسلمان هنگامی که به خواب می رود و یک سوره از کلام رب العالمین، یک سوره از قرآن کریم را تلاوت می نماید، الا وکل الله به ملکا يحفظه، ملائک کرام او را حفاظت می نماید به برکت تلاوت قرآن کریم یا خواندن سوره از سوره های قرآن کریم پیش از این که انسان به خواب می رود. فلا یقربه شیء یؤذیه، و هیچ چیز او را آزار یا اذیت نخواهد داد. حتی یهب متى هب، و بنده بیدار می شود هر وقتی که بیدار شود. ملائک کرام نگهبان او می باشند. پیش از این که به خواب می روید باز سوره های قرآن کریم را تلاوت نمایید. رواه الامام احمد والترمذي من حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه. عباد الله، دوستان و عزیزان خداوند مهربان، اجمل هدیه و اجمل نعمه في هذه الدنيا هي نعمه القران. بهترین تحفه و بهترین نعمت
در این دنیا نعمت قرآن کریم می باشد. اگر ما قدر این تحفه و این نعمت را بفهمیم، بهترین تحفه و بهترین نعمت در این دنیا نعمت قرآن کریم می باشد. علینا ان نحفظ القرآن کله او بعضه، یا اینکه تمام قرآن کریم را حفظ نماییم یا بعض آن را حفظ نماییم. بدون قرآن کریم ناممکن است که برای بنده مسلمان بزیبد یا تشویق گردد که دنیا را ترک نماید، یا اینکه تمام قرآن کریم را حفظ می نماییم یا بعض آن را حفظ می نماییم، او بعض سور منه، و یا اینکه بعض سوره های قرآن کریم یا بعض آیات قرآن کریم را حفظ می نماییم. کل علی حسب مقدرته و استطاعته، هر انسان به اندازه توان فکریش. ممکن یک انسان بیشتر حفظ نماید، وقت بیشتر را داشته باشد، ممکن یک انسان کمتر را حفظ نماید. توان فکری یک انسان و مقدرت یک انسان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و سر هیچ کسی فشار آورده نمیشه و مؤاخذه نمیشه اگر از توان او بالا باشد. از توان فکری بعض انسان ها ممکن بالا باشد که تمام قرآن کریم را حفظ نمایند، کوشش میکنند که تلاوت قرآن کریم را داشته باشند و از برکت تلاوت قرآن کریم خود را محروم نگاه نمیکنند. و ان نعمل بالقرآن الكريم، و عمل داشته باشیم به قرآن کریم. و نسعى في نشره، و در راه نشر قرآن کریم سهم داشته باشیم. خیركم من تعلم القرآن و علمه، و فراموش نمی کنیم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرموده اند که بهترینتان آن کسی می باشد که قرآن کریم را می آموزد و آن را به دیگران تعلیم و تدریس می نماید. و الا نترك الدنيا دون اخذ للقران، و دنیا را ترک نکنیم بدون اینکه با خود قرآن کریم را ببریم. به اندازه توان خود سوره های قرآن کریم را حفظ می نماییم، با خود می بریم. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرأوا ما تيسر منه. فقرأوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عباد الله، دوستان و عزیزان خداوند مهربان، نتسابق في حفظ بعض سور من القرآن الكريم. عجله می داشته باشیم، با یک دیگر خود مسابقه می داشته باشیم در راه آموزش قرآن کریم و حفظ بعض سوره های قرآن کریم را، که حفظ سوره یاسین بالخصوص مانند حفظ یا آموزش سوره یاسین شریف، که حفظ سوره یاسین و سوره یاسین شریف را بالخصوص حفظ داشته باشیم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. هر چیز برای خود قلب را دارد و قلب قرآن کریم سورة ياسين شریف می باشد. إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات رواه الترمذي. و هر کسی که سوره یاسین شریف را تلاوت نماید، خداوند مهربان برای ثواب را نصیب می‌گرداند، مانند که قرآن کریم را 10 مرتبه ختم کرده باشد، مانند که قرآن کریم را 10 مرتبه ختم کرده باشد. و قال صلی الله علیه و سلم لوددت انها ایاسین فی قلب کل انسان من امتی، رواه البزار. آرزو دارم که سوره یاسین شریف چون قلب قرآن کریم می باشد، در قلب هر انسان از امت من این سوره مبارکه باشد. حفظ سوره الملک و حفظ سوره الملک. تبارک الذی بیده الملک و هو على کل شیء قدیر. باز سوره های قرآن کریم را حفظ داشته باشیم. حفظ سوره الدخان. سوره الدخان را حفظ نماییم. سورة النبأ، سورة النبأ را حفظ نماییم. سورة المزمل، سورة یا ایها المزمل را حفظ نماییم. حفظ جزء 30 من القرآن الكريم و بالخصوص سپاره سوم، سپاره اخیر قرآن کریم را حفظ نماییم. جزء عم یتساءلون، سپاره عم یتساءلون را حفظ نماییم. و یشتمل على قصار السور، و سوره های مختصر در این سپاره اخیر قرآن کریم ذکر می گردد، بالخصوص در وقت نماز از این سوره ها استفاده می نماییم. حفظ سوره الرحمن. بله، سوره الرحمن را حفظ نماییم. سوره الواقعه، بیاید که سوره الواقعه را حفظ نماییم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. باز سوره های قرآن کریم را حفظ نماییم. از این چی بهتر که وقت خود را در راه آموزش قرآن کریم صرف نماییم، از جوانی خود استفاده نماییم، از بهترین لحظات عمر خود استفاده نماییم در راه آموزش قرآن کریم و حفظ آن، و با خود این توفه ها را می بریم به سفر آخرت، به قبر، به آخرت خود. بهترین توفه را می بریم و بهترین انیس یک انسان در قبرش سوره های قرآن کریم و قرآن کریم می باشد و عمل صالح بنده و ایمانش می باشد. حفظ سوره قاف و القرآن المجید. سوره قاف والقرآن المجيد را حفظ نماییم. سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، بیاید که این سوره را همچنان حفظ نماییم. و هر سوره را که نام میگیریم، تمام قرآن کریم هر آیت آن معتبر و خوب می باشد، مانند که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هنگامی که یک آیت مبارک را برای شخص تدریس میکرد، برایش میفرمود که این آیت مبارک برایت بهتر است از تمام دنیا کرده، و آیت بعدی را که برایش تدریس می نمود برایش می فرمود که این آیت مبارک بهتر است از تمام دنیا. و این جمله خود را در تمام آیات قرآن کریم و در تمام سوره های قرآن کریم تکرار می کرد. این آیت، این سوره، تمام قرآن کریم بهتر می باشد از تمام دنیا. سبح اسم ربک الاعلى. حفظ سوره الغاشيه. سوره الغاشيه را حفظ نماییم.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. این سوره ها را حفظ نماییم، این بهتر می باشد از بسا مسائلی که در آن ادبیات و شعر می باشد، از بسیاری مسائل فرهنگی ما شما و همچنان از بسیاری مسائل لهو و لعب، بازی خواندن هایی که می باشه، موسیقی که می باشه، اشعاری که می باشه یا اقوالی که می باشه، صحبت به ارتباط کلام رب العالمین می باشه که اصلا مقایسه نمیشه با کلام بشر. حفظ سوره الغاشیه، بلی سوره الغاشیه را اگر یاد نداشته باشیم آن را یاد نماییم. هنوز هم وقت داریم. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه تصل نارا حامیه. حفظ سوره الكهف وقراءتها ايام الجمعه، وحفظ سوره الكهف الشريف وقراءت آن یا تلاوت آن بروزهای جمعه بالخصوص، چون سنت می باشد. حفظ الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة و پنج آيات أول سورة البقرة را حفظ نمائم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. پنج آیت اول سوره البقره را حفظ نماییم. آیت الکرسی شریف را حفظ نماییم و دو آیت اخیر سوره البقره را بالخصوص حفظ نماییم، چون از تحت عرش خداوند مهربان این کلمات انتخاب شده است و گنجی از گنجهای خداوند مهربان می باشد که از تحت عرش خداوند مهربان نازل گردیده است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دو آيات أخير سورة البقرة را حفظ نمائم و سي آيات أخير سورة الحشر را حفظ نمائم. بالخصوص نام های خداوند مهربان در آن ذکر گرده است. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سي آيات أخير سورة الحشر را حفظ نمائم. حفظ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. حفظ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. حفظ سورة الناس وآموزش سورة الناس قل أعوذ برب الناس. حفظ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. إن سورة را حفظ نمائم بحافظها ما مباشد بأن همچنان عمل داشته باشیم. عباد الله، دوستان و عزیزان خداوند مهربان، علینا ان نربی ابناءنا على حفظ القرآن الكریم و العمل به. و همچنان فرزندان خود را تربیه نماییم که قرآن کریم را حفظ نمایند و عمل داشته باشند به آن. یحفظون سورا من القرآن الكریم فی اول مراحل حیاتهم، در اولین مراحل حیاتشان بالخصوص سوره های قرآن کریم را حفظ نمایند. عالم فاضل می فرماید تعلیم الولدان للقرآن شعار الدین، تعلیم فرزندان، آموزش فرزندان ما قرآن کریم را از ضمن شعار دین می باشه، از ضمن سمبول های دین می باشه. شعار دین ما شما است که فرزندان ما قرآن کریم را بیاموزند.
أن يحفظوا القرآن باللغة العربية ولحجتها قرآن كريم را بزبان عربي ولحجة عربي بيوم وزند وأن يتعلموا أحكام التجويد وأحكام تجويد را أحكام تلاوة قرآن كريم را بيوم وزند لدى الأئمة والمختصين وحفظة كتاب الله الكريم نزد أئمة ومختصين كسانك أهل اختصاص بأين علم ميباشن وكسانك حافظان قرآن كريم ميباشن وأستاذان قرآن كريم ميباشن وهناك قواعد لحفظ القرآن الكريم بعض قواعد أساسي وخوب ميباشا بالخصوص براي فرزندان مشموك قرآن كريم را يو بعض سورهاي قرآن كريم را يو آيات مبارك را چطور حفظ نمائند نذكر بعضا منها بعض از این قواعد را برایتان تقدیم می دارم ان یکون الحفظ لوجه الله الكریم حفظ ما خاص بر رضایت خداوند مهربان باشد و ان یکون خدمتا للدین و حفظ ما حفظ قرآن کریم ما خدمت به اسلام باشد خدمت به قرآن کریم باشد الحفظ یکون با اشراف معلم القرآن تحت نظر معلم قرآن کریم باید قرآن کریم را حفظ نماییم اگر اشتباه میکنیم تصحیح گردد به اینکه اگر خود ما سر به خود خود ما قرآن کریم را حفظ نماییم ممکن اشتباه داشته باشیم بدون اینکه تصحیح گردد و این اشتباه طولانی میگردد با ما میماند و ممکن تصحیح آن در مراحل بعدی سختر تمام گردد والحفظ يكون باللهجة العربية السليمة وحفظ قرآن كريم بلهجة سليمة عربي ميباشد مع مراعاة أحكام القراءة والتجويد وأحكام قراءة وأحكام تجويد را مراعاة من مهم أن يكون الحفظ يوميا وفي أوقات معينة هر روز وساعتهاي مخصوص ميباشد كي قرآن كريم را حفظ من مهم روز مرا ميباشد بشكل دائمی می باشد و روزمره می باشد به اوقات معین و ان یراجع الطالب ما حفظه یومیا و باستمرار و متعلم قرآن کریم فرزندان ما باید قرآن کریم را تکرار نماییم مراجعه نماییم و تکرار و تکرار و گردان نماییم به شکل دائمی و همیش و هر وقت ويستحسن أن يكون الحفظ من مصحف واحد وبهتر از که اگر بتوانیم قرآن کریم را از روی یک قرآن کریم حفظ نماییم لسهولة مراجعته هنگامی که اشتباه میکنیم برای ما آسان میشه به کدام صفحه بالا یا وسط یا پایان نظر مینماییم چشم های ما عادت میگرفته باشد و بلد می شویم برای ما آسان می شود که از روی یک قرآن کریم اگر امکانات داشته باشد که قرآن کریم را یا سوره های آن را حفظ نماییم و یستحسن ان یکون فی الصغر و اگر شاگرد متعلم قرآن کریم بالخصوص در سن و سال کوچک باشد می تواند که قرآن کریم را بیشترتر و زودتر و خوبتر حفظ نماید لأن قابلیت الحفظ لدى الصغار احسن من قابلیت الحفظ لدى الكبار و فرزندان خرد ما می توانند که قرآن کریم را بیشتر و زودتر حفظ نمایند از کسانی که مسنتر و بزرگتر می باشند و الکل حسن انشاءالله و همه درست است انشاءالله فرزند خردسال یا کسی که کلانتر می باشد هر کسی که مصروف حفظ قرآن کریم می باشد همه آن بهتر است و خوب است نعم الکل حسن انشاءالله هر کسی که قرآن کریم را حفظ می نماید خوشا بر حالش بهترین کار را ادا می نماید بهترین توفه را با خود می برد و از بهترین توفه در حیات خود در زندگی خود من حیث یک مسلمان من حیث یک مؤمن استفاده می نماید و از این چی بهتر که کلام رب العالمین را با خود داشته باشیم برادران و خواهران مسلمان کلمات زیبا و خوب به ارتباط فضائل قرآن کریم و ارشادات خوب انشاءالله به ارتباط طرق تعلیم و حفظ قرآن کریم درس زیبا و درس خوبی بود از کتابی که نزدم می باشد فضائل القرآن فضائل یا فضیلت های قرآن کریم آیات مبارک و احادیث مبارک
و بعضی از اقوال علمای کرام و طرق تدریس و تعلیم و آموزش یا حفظ قرآن کریم به شکل خوبی از این کتاب بالخصوص گرفته شد. برادران و خواهران مسلمان، ما را از دعای صالحتان فراموش نکنید و کسانی که بالخصوص از لحاظ مالی درسهای دینی مرا تقوع و حمایت می نماید، دروازه خیر برویتان باز می باشد، دروازه خیر برویتان باز می باشد و کمک های شما دوستان و عزیزان می باشد که درسهای ما دوامدار می باشد انشاءالله. خداوند مهربان همه ما شما را شامل بگرداند در فضایل و رحمت و برکت همچو مجالس اسلامی. برادران و خواهران مسلمان، ما را از دعای صالحتان فراموش نکنید و همیتان در دعای صالح ما می باشید انشاءالله. و بالخصوص بعد از تلاوت قرآن کریم، ما را همچنان در دعایتان شامل بگردانید، چون دعای بنده بعد از تلاوت قرآن کریم مستجاب می باشد انشاءالله. تا روز چهارشنبه آینده با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.